دوستان، برای درست کردن این دونات یا پیراشکی ما نیاز داریم به 120 میلی لیتر شیر گرم، که گرمای این الان از دمای بدن من بیشتر هست. خیلی قرار نیستش که شیرمون داغ باشه. اون رو داخل ظرف می‌ریزیم. یک عدد تخم مرغ داریم که اون رو هم بهش اضافه می‌کنیم. کره آب شده داریم 40 گرم و خمیر مایه فوری داریم که حدود 2 قاشق چای خوری یا 7 گرم تقریبا. تمام اینها رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. اینقدر این رو هم میزنیم که مطمئن بشیم که زرده تخم مرغ کاملا از هم دیگه باز شده، تخم مرغ با بقیه مواد کاملا مخلوط شده. این رو میذاریمش کنار تا زمانی که ما مواد خشک رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. این یکم استراحت میکنه، حدودا 2 دقیقه تقریبا کافیه. مواد خشکمون آرد هست که از آرد معمولی استفاده میکنیم، یا از همون آرد 3-0 که به اندازه 280 گرم یا 2 پیمانه به اضافه 3 قاشق غذاخوری. این رو من اول علک میکنم. شکر هست که 40 گرم یا 3 قاشق غذاخوری. نمک به اندازه 1/4 قاشق چای خوری. و من اینجا پودر جوز هندی دارم به اندازه 1/4 قاشق چای خوری. شما میتونید این رو بهش اضافه بکنید که کاملا اون طعم و عطر دونات یا پیراشکی قشنگ به مشامتون میرسه، ولی اگر دوست نداشتین میتونید حذفش بکنید. ضمن اینکه من شیر رو که خدمتتون عرض کردم به اندازه 1/2 پیمانه یا 120 میلی لیتر ما مواد خشکمون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. دوباره یه همه کوچولو ما به این میزنیم که موادمون کامل با هم مخلوط بشه و به مواد خشک اضافه میکنیم. آروم شروع میکنیم به هم زدن. ما میتونیم این دونات رو با همزن هم درست بکنیم. اونجا من الان اینجا خواستم با دست درست بکنم که شما ببینید که همیشه قرار نیستش که تمام نونها و حالا شیرینی‌هایی که درست میشه حتما همزن وجود داشته باشه. منتها این خمیر یک کم چسبنده هست. از چسبنده بودنش اصلا نگران نشین و ابدا بهش آرد اضافه نکنید. ما زمانی آرد رو اضافه میکنیم که قراره که روی تخته کار این رو پهنش بکنیم و فرم بهش بدیم و قالب بزنیم، ولی قبلش اصلا این کار رو نمی کنیم. فقط و فقط داخل ظرف که هست با لیسک اون رو هم می زنیم که کاملا مواد خشک و مواد مایع با هم دیگه مخلوط بشن. بعد اون رو به سطح کار منتقل می کنیم و شروع می کنیم به ورز دادن و قراره با دست این کار رو انجام بدیم. با دست حدودا 10 دقیقه نیاز به ورز دادن هست که خمیر ما یک دست و نرم و لطیف بشه، ولی اگه قرار باشه با همزن این کار بکنیم فکر کنم حدود 2 یا 3 دقیقه نهایتا این کار انجام بشه و خمیر ما آماده بشه. سطح کار اونو آماده میکنیم. به اندازه خیلی کم روغن میریزیم چون موادمون چسبنده هست، به سطح کارمون نخواد بچسبه و اذیتمون بکنه. یه دونه کاردک دم دستتون نگه دارید تا موقعی که اگر نیاز بود ما بتونیم مواد رو با کاردک جمع بکنیم و ورزش بدیم. این الان مواد ما هست، شروع میکنیم به ورز دادن. ببینید الان دیگه چون سطح کار من چربه این خمیر چسبنده ما بهش نمیچسبه. سعی میکنیم با این قسمت دست این کار انجام بدیم. مرتب سعی کنیم خمیر رو تا بزنیم و ورز بدیم. خب دوستان الان حدودا 7-8 دقیقه است که من دارم این خمیر رو میزنم. اگه نگاه بکنید یکم حالت دوندونی داره. هنوز یکم دیگه جا داره که من اینو ورز بدم. منتها توی تمام خمیرها موقعی که می‌خواید با دست ورز بدین، اگر احساس کردین که دستتون خسته شده و دیگه دستتون قدرت ورز دادن نداره، میتونید خمیر رو به این صورت از رو سطح کار بلند کنین و محکم رو سطح کار بکوبین. حدوداً 100 مرتبه میتونید این کارو انجام بدین. الان حدوداً 100 بار من این خمیر رو به سطح کار کوبیدم بعد از اون 7-8 دقیقه ورز. الان میبینیم که خمیر ما کاملاً سطحش لطیف و یک دست شد. حالا این رو داخل ظرفی که از قبل چرب کردیم به مدت 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت استراحتش میدیم.
روشم کاملا با تلفن میپوشونم که هیچ فضایی برای خارج شدن اون هوای داخل خمیر اون به بیرون نباشه. دوستان برای درست کردن کرم پیراشکی ما نیاز به آرد ذرت داریم به اندازه 2.5 قاشق غذاخوری یا 20 گرم که من حتما علکش میکنم و شکر رو بهش اضافه میکنم و اولین دوتا رو با هم مخلوط میکنیم که اون آرد نشاستمون گلوله گلوله نشه وقتی که ما شیر رو اضافه میکنیم. شکر به اندازه 90 گرم هست. یه کوچولو خیلی کم نمک بهش اضافه میکنیم. اول یه هم میزنیم اینو تا آرد نشاسته و شکرمون خیلی خوب با هم دیگه مخلوط بشن که اون گلوله گلوله ها کاملا از بین بره. ببینیم که یه آرد تقریبا یک دستی به ما داره. بعد شعله رو روشن میکنم روی شعله کم با این شعله و یه مقدار از شیرمون رو میریزم. همه شیر رو نمیریزم. شیر به من اندازه 330 میلی لیتر هست. همینقدر فعلا کافیه که من این رو حسابی با هم مخلوط بکنم که نشاستم اون گلوله نشه. الان نشاسته و شکر و شیر با هم مخلوط شدن و کاملا نشاستمون باز شده توی شیر. الان میام تخم مرغ رو من اضافه میکنم. تخم مرغمون رو با هم دیگه زدم. یه زرده و یک عدد کامل. حالا ما بقیه شیر رو بهش اضافه میکنیم. از این به بعد دیگه دست از هم زدن بر نمیداریم. روی همون شعله که هست شروع میکنیم به هم زدن. یک کم خیلی کم من شعله رو بیشترش میکنم. در این حد. شروع میکنیم مرتب این رو هم بزنیم. اونقدر هم میزنیم تا شروع بکنه به غلیظ شدن. همینجور که ملاحظه میکنیم کرم ما شروع کرده به غلیظ شدن. این گوشه های ظرفتون رو این کناره های ظرف رو کامل با هم بزنین که ته نگیره. من همجور به هم زدن ادامه میدم تا این شروع بکنه به جوشیدن. میبینین شروع بکنه اینجوری به جوشیدن. وقتی که اینجوری میجوشه ما میفهمیم که دیگه کرم ما آماده است و دیگه بوی خامی آرد ذرت رو نداریم، بوی خامی تخم مرغ رو نداریم و آماده است که ما خمیر این کرممون رو زیرش رو خاموش بکنیم و وانیل رو بهش اضافه بکنیم. من شعله رو خاموش میکنم و شروع میکنم به اضافه کردن وانیل. وانیل یک قاشق چایخوری داشتیم. شما میتونید از وانیل پودری هم استفاده بکنید. این کرم ما الان آماده است. من خالی کردم داخل یه ظرف، روش رو سلفون میندازم. منتها سلفون رو ببینید من کاملا به سطح کرم میچسبونم چون خیلی سریع موقعی که داره خنک میشه رویه میبنده. خمیر ما هست الان حدودا 1 ساعت و 45 دقیقه است که من گذاشتم استراحت کرده. از دیواره های ظرف جداش میکنیم و سطح کارمون رو حسابی آرتپاشی میکنیم. خیلی هم کم روش میپاشیم. حالا شروع میکنیم خمیر رو پهن کردن. ضخامت خمیرمون باید حدوداً 0.5 سانتی متر باشه. خمیر من باز کردم. ضخامت خمیر تا این اندازه کافیه. کامل پرس میکنیم و میبینیم که خودش اون قسمت مرکزیش جدا میشه و داخل یه سینی کاغذ روغنی پهن میکنیم و یکی یکی اینا رو به داخل سینی که کاغذ روغنی داره منتقل میکنیم. توسط سلفون یا یه دستمال آشپزخونه کامل روش رو میپوشونم. برای یه نیم ساعت دیگه بهشون زمان میدن که استراحت کنن. میبینید این الان بهترین موقعیت برای روغن ما هست برای سرخ شدن دونات ها. برای هر طرف دونات های بزرگ بودن 2 تا 3 دقیقه طول میکشه تا دونات ها سرخ بشه. فقط دستشون رو خیلی مراقب باشین که نسوزه. به همین راحتی. و از روغن میاریم بیرون، روی توری میذاریم، روغنش کشیده میشه و داخل شکر غلتش میده. دوناتا رو ما توسط یه وسیله نوک‌تیزی یه طرفش رو سوراخ میکنیم. سعی میکنیم که این رو داخل دونات بچرخونیم. شروع میکنم به پر کردن دونات.